خب بچه های فیتنس ما هم اینجا هستن، آرش خسروی، مجید سعیدی و سعید جمالی. آرش چه خبر؟ خدا رو شکر سلامتی. دیگه داریم آماده میشیم برای 100% 50 روز دیگه. حالا اگه مسابقات جهانی برای فیتنس باشه که خیلی بهتر میشه دیگه. مجید تو چطور؟ قربت برم فرزاد جان، خدا رو شکر همیشه عالیه. اصلا لانج بدی بچه ها رو، ما کادر خوب داشته باشیم که خوشحال باشیم. ما هم آماده ایم و ان شاءالله 50 روز دیگه مسابقه میشه. کشوری دوباره. حتماً. سعید تو چه اینو بگی که من دستم نمیرسه خودت. عرض به خدمت علی جون. من هم دارم آماده میشم واسه مسابقات کشوری و به امید خدا بریم جلو ببینیم چی میشه. روزانه خرجای ورزشکار فیتنس چقدره؟ والا اتفاقا من یه پست یه استوری گذاشتم چند شب پیش، گفتم ما فیتنسی هم مشکل فرقی نداریم با بیلدینگ یا همون کارا رو انجام میدیم، فقط دوز پایین‌تر و اینا خرجمون بالاه. من فکر می‌کنم خود من الان روزی یه تومن دارم قشنگ راحت، روزی یک میلیون دارم می‌خورم، هم حالا غذام هم مکملا. مرسی مجید. فیتنسی بچه پول دارن؟ ای خود بگیری من کات خوشگل میو بچه‌ها که چی بگم نمی‌دونم چرا عرضم به خدمت شما که ببین لاین فیتنس یه رشته‌ایه که چون نوپایه و یکم زمانبره، ولی با اتفاقات خوبی که داره رقم میخوره و کاری که آیه زندی داره انجام میدم قصد این رشته بیشتر شناخته میشه و روز به روزم که خودتون داری میبید ماشاءالله خیلی دارن جذب این رشته میشن و الان همین الان هم کلی بچه اعلام آمادگی کردن برای مسابقات و قطعا مسابقات تیر ما مسابقه خیلی شلوغ خواهد بود. و اینکه آقا بچهای فیتنس هم شنیدیم حواشیشون خیلی زیاده. از چه نظر علی؟ حواشی که مثلا برای بچهای فیزیکا خوشتیپا اینا میگن نه زیاد توش منشوری زیاد داریم. نه چون فیتنس مثل رشته های دیگه بدنسازی باید طی سال همیشه آماده باشه. تو دقت کن آقا الان همیشه بچهای فیتنس آمادن، یعنی 80% آمادگی دارن. خب این نشون میده که یه زندگی سالمی دارن دیگه طی سال، خیلی اضافه کاری ها رو نمی کنن. نظر قضا خیلی چیزایی که من خیلی رعایت نمی کنم بچه فیتنس همیشه رعایت میکنه. سوال از سعید زارم باید بپرسید. آقا مثلا میگن یارو یه بدن خوبی میتونه بیا، آقا تو مثلا پولشو داری بدن خوبم میتونی داشته باشی بیا فیتنس برو مثلا میتونی جلب توجه هم بکنی، همچین چیزی داریم ما. ببین خب علی بالاخره این ورزش ورزش فیتنس تو کل دنیا، تو فیتنس مدل های دنیا رو نگاه کنید سبک زندگیشون همین جوریه، یعنی حرفی که عزیزت درست در نظر من بالاخره شما باید یه لایف استایل درستی داشته باشی که بتونی تو کل سال یه بدن آماده داشته باشی و قطعا یه بدن آماده به نظر من نمیشه اینکه شما بخوای توی طول سال شیطونی کنی یا اون چیزی که شما میگی حاشیه داشته باشی، امکان نداره با اون بدن آماده که داری بخوای اون کارا رو انجام بدی. خود من یا بچه ها همه همینیم، الان مقصد تو تایم نزدیک مسابقه تایم کم میاریم، ما از غذا درست کردنمون بگی تا واقعا من میخوام برم دیگه بگیرم بخوابم ساعت 12 دیگه از باشگاه تا برسم بیام غذای فردامو درست کنم و حالا اون کاری که باید بکنیم تایم کم میاریم که اصلا چه برسه بخوایم به حاشیه و این داستانای دیگه ما برسیم. بچا دمتون گرم، شده مسابقات کشوری ببینیمتون ان شاء الله موفق باشید. دمتون گرم، قربونتون برم، مخلصین. عزیزم خوشحالی. عزیزم